گیتا با موضوع اسرائیل و حماس شروع کنیم. آمریکا، کانادا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و اتحادیه اروپا که گروه 7 رو تشکیل میدن هم از اسرائیل دفاع کردن، هم خواستن این وقفه بشردوستانه تمدید بشه. درسته، همینطوره آریان. اینا میگن برای اینکه دوباره اتفاقی مثل حمله 15 مهر حماس رخ نده، اسرائیل این حق رو داره که چه از کشور چه از مردمش دفاع بکنه، اما باید در قالب قوانین بین المللی باشه. خب اینا خواستن که فوری تمامی گروگان‌ها آزاد بشن، ولی خب میدونن هم که چنین چیزی امکان پذیر نیست و حماس این کارو نمی‌کنه. بنابراین گفتن با وقفه موافقیم، با تمدید این وقفه‌ای که الان به وجود اومده موافقیم، تا زمانی که هم کمک بشردوستانه و هم آزادی گروگان‌ها رو تسهیل بکنه. از اون طرف هم صحبت کردن در رابطه با اینکه این جنگ به جاهای دیگه سرایت نکنه و به حوثی‌ها با توجه به اقداماتی که این چند روز اخیر کردن نسبت به کشتی‌های تجاری در منطقه، به اون هم هشدار دادن. حالا یک مورد نهایی هم اینه که اینها کماکان معتقدن که راه حل اختلاف اسرائیل و فلسطینی‌ها همون راه حل دو کشوری هست. آنتونی بلینکن قرار هست که برای سومین بار به اسرائیل بره و در کنفرانس خبری پایان نشست ناتو در بروکسل خودش توضیح داد که هدف عمده چه خواهد بود. در چند روز آینده تمرکز ما روی این خواهد بود که چطور می توانیم وقفه را تمدید کنیم تا بتوانیم گروگان بیشتری خارج و کمک بشر دوستانه بیشتر وارد کنیم. اینطور که بلینکن گفت، ظاهراً خود اسرائیل هم موافق با وقفه برای اینکه صرفاً اون گروگان ها آزاد بشن. آریان؟ و اوکراین قبل از جلسه وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو گفته میشد شاید بعضی کشورها کمی در ادامه حمایت از اوکراین دچار تردید شده، اما ظاهرا خلاف اون اعلام شد. درسته، همینطوره. چه وزیر امور خارجه آمریکا، وزیر امور خارجه اوکراین و همینطور دبیر کل ناتو، همه گفتن که هر کدوم جداگانه در واقع گفتن که تمامی کشورهای عضو ناتو گفتن که به حمایت از اوکراین ادامه میدن. اینکه نه تنها تا زمانی که اوکراین بر روسیه پیروز بشه، بلکه تا زمانی که اوکراین بتونه روی پای خودش مستقلن، چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ اقتصادی بایسته. و حالا اما استولتنبرگ دبیر کل سازمان ناتو اینطور که از صحبتاش برمیاد اون روز به این نزدیکی ها نیست. باید تا حالا متوجه شده باشیم که یک راه حل مطمئن برای پایان دادن به جنگ وجود ندارد. هیچ سلاحی نیست که بتواند به تنهایی وضعیت میدان جنگ را برای اوکراین تغییر دهد. یک سری توانایی‌ها هستند که دست در دست هم و همزمان میتوانند روسیه را به عقب برگردانند. باید آماده نبردی طولانی و سخت باشیم. خب حالا از بروکسل بلینکن میره به مقدونیه شمالی برای اینکه اونجا سازمان همکاری ها و امنیت اروپایی برگزار میشه که در رابطه با اوکراین صحبت خواهد شد. آریان؟ ممنونم گیتا. آریان از وزارت خارجه آمریکا با ما.